فراوان به ملت عزیز ایران، با درود به شما عزیزانی که در هر جای دنیا در این زندگی میکنین، چی در اروپا، چی در امریکا و در چی در ایران. روز والنتاینز هم به همه شما مبارک، روز عشاق، روز عشق تو امریکا. البته الان ایران هم میدونم که روز عشق رو جشن میگیرن. به هر حال روز عشق بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ایزا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این لحظه پدر جان. شکرت میکنم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند میطلبم. خداوند برنامه من در تحت حمایت و هدایت خودت قرار بده و هر چیزی که قدوس از زبانم بیرون میاد نام پرجلال تو رو خداوند معرفی بکنه. به خداوند عزیزم، امروز این وقتی که به من دادی و این کلامی که از زبانم بیرون میاده خداوند بر قلب ها بشینه و تو آبیاری کنی قدوس، تا ایده بسیاری به کلام تو و به عشق تو و به فیض تو خداوند ایمان بیارن. شکرت میکنم به با نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ امیدوارم که تو این عصر بارندگی، ما امسال بارندگی زیاد داریم، مثل شمال شد اینجا. دلم برای شمال تنگ شد بود، ولی بارونی که الان اینجا داره میاد مثل شمال میمونه. واقعا با حال عین شمال، عین مثل که تو لاهیجانم. به هر حال امیدوارم که بهتون خوش بگذره در این عصر سرما و زمستان. امیدوارم که دلهاتون گرم باشه. بذار شعر ما رو بخونیم بعد بیایم برای صحبت کردن. میگه آدمی از سردی و گرمای این پیر فلک، آدمی از سردی و گرمای این پیر فلک، با وجود زیبایی هر فصل بلند، عمری را ارزان فروختن، عمری را ارزان فروختن، گشنه ای را سیر نکردن، در غرور و نادانی مردن، گشنه ای را سیر نکردن، در غرور و نادانی مردن، فیض عیسی را ندیدن، عاقبت خاری کشیدن، فیض عیسی را ندیدن، عاقبت خاری کشیدن، عمر جاوید را ندیدن، زندگی را مفت باختن. جلال بر نام عیسی مسیح، امیدوارم که خوشتون بود. خب رسیدیم به کلگه به خودمون، به کارگردانی آقای یاسر عزیزم که واقعا روز عشق به آقای یاسرم مبارک میگم، تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همیشه دلش پر از عشق باشه. به هر حال 40 ساله که 40 ساله که برنامه جمهوری اسلامی کارش در این 40 سال فقط نابودی و نابودی و نابودی. کارنامه 40 سالش بخونی باید بگی 40 سال ویرانی کشور، 40 سال ترور و وحشت، 40 سال مرگ بر این و مرگ بر آن، 40 سال فساد، 40 سال سرکوب و کشتن جوانان مردم ایران، 40 سال دروغ، 40 سال غارت اموال مردم، 40 سال پایین کشیدن فرهنگ یک ملت، 40 سال زور و تهدید، 40 سال جنگ افروزی، 40 سال غم و غصه، 40 سال بی آبروگیری یک ملت، 40 سال نابودی منابع طبیعی ایران، 40 سال جوانان ایران را آواره کشورها کردن، 40 سال ترور بهترین شخصیت ها، و همه اینا از دین کونه و بت‌پرست اسلام است. 40 سال
که این جمهوری اسلامی بجز نابودی و فساد و ترور و کشتن و دزدی و نمیدونم دروغ گفتن و خمینی موقعی که اگه یاسر جان گفت پیدا بکنم برای تو میذاره اون تیکه رو، خمینی موقعی که توی پاریس بود میگفت که اسلام برای حکومت کردن نیست، اسلام که حکومت هیتلر نیست که بیاد مثل هیتلر بگیره حکومت بکنه بکشه همه رو. اینا رو گفت، بعد اومد تو ایران گفت اگر روزی من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، روزی احساس خطر برای اسلام بکنم، دست همه رو میبرم. بهشون گفتن که آقا تو چرا اونجا توی پاریس اونجوری گفتی، اومدی توی ایران جو؟ گفت من چی میگن توی تقیه میگن دروغی که توی قرآن نوشته، من تقیه کردم، دروغ اسلامی گفتم، میتونم تقیه بکنم، دروغ میتونم بگن. بس معلومه که 40 سال از این دین دارن صحبت میکنم و همه دروغ، درسته؟ 40 سال وقتی میگه تقیه اسلامی کردم یعنی چی؟ از کجا آورد؟ از دین اسلام آورد. ما فرهنگ ایرانی ها به حدی ضربه خورده، به حدی ضربه خورده که پا شدن از این ضربه خیلی مشکله، مداوا شدن از این ضربه خوردن خیلی مشکله، چون برای اینکه حیثیت ما رو بردن، بی آبرو کردن ما رو، مردم ایران در نهایت بی تفاوتی دارن زندگی میکنن، مردم ایران در نهایت بیخیالی دارن زندگی میکنن، اصلا انگار نه انگار که تو این دنیا دارن زندگی میکنن، انگار نه انگار که تو یه جامعه، تو یه اجتماعی دارن زندگی میکنن. هر کس در فکر خودشه، هر کسی فقط میخواد که روز خودش بگذرونه، پولی برای زندگی خودش به دست بیاره. کمک کردن یه چیز نایاب شده، البته عده‌ای هستن که کمک میکنن ولی خیلی ناچیزه، عده‌ای هستن که وجدان دارن ولی باز ناچیزه. شما میبینین تو بعضی از این جوانای ایرانی، میبینین تو بعضی هاشون اینقدر بی‌حیایی رو تو اینا میبینی که اصلا نهایت نداره تو این بی‌حیایی. اینا چی هن؟ از کجا اومده اینا؟ این فرهنگ از کجا هست؟ ما که فرهنگی داشتیم 2500 سال فرهنگی داشتیم که در همیشه هر ماه شادی داشتیم، همیشه هفته ها جشن داشتیم، جشنهای ما به ما بود، میرگان و آبادگان و نمیدونم تیرگان و اینا بودن، همیشه شادی بود. ولی از اون روزی که جمهوری اسلامی، اسلام 1400 ساله که بر فرهنگ ایرانی غالب شده و حتی توی دبستانها، توی دبیرستانها سابق فرهنگی ملت ایران بود، فرهنگ 2500 ساله بود، چیزهای بینا، الان فرهنگ اسلامی رو غالب کردن بر تمام این فرهنگ گذشته ایرانیا. بچه های ما رو مغزشون رو شستشو میدن، از اول شستشوی مغزی میکنن، اینا رو از ابتدایی از کلاس یک میارن، از کلاس کتابای دینی. اصلا شما تاریخ خبری نیست از اون موقع جنگا، اون موقع خوبیا، اون موقع نمیدونم جشنا، اصلا همش در سطح اسلام و صحبت شستشوی مغزی بچه هاست که برای خودش قدرتی. ولی همین بچه ها رو شما الان میبینین، همینی که الان کتاب های دینی به اینا دادن میخونن، وقتی توی خونه هاشون میری میبینی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، میبینی همه فرهنگ مادر یا پدر بهشون یاد میدن که بابا اینا نیست، این صحبت این که تو با زندگی با دین بکنی نیست، دینی که
فرهنگ بت‌پرستی رو آورد، فرهنگ نمیدونم مرده‌پرستی رو آورد. 1400 سال ما مرده‌پرست شدیم. این بوغه رو برای ما درست میکنن، این آرامگاه رو درست میکنن، او یکی رو درست میکنن. هر جا میری اگه 1000 تا آرام من نمیدونم از این امامزاده بود، الان شده شاید بگم 12000 تا 15000 تا. یعنی تا میتونن از 1400 سال پیش این برنامه رو داشتن که موفقن شدن، 90% موفق شدن که اسلام غالب بکنن به فرهنگ ایران، که ایرانی ها رو بکشن به زیر. در موقعی هم که جمهوری اسلامی اومد، 40 سال مردم ما رو اینقدر زجر و اینقدر عذاب دادن، دیگه مردم بی‌تفاوت شدن در رابطه با همه. اپوزیسیون خارج از کشورم حرفای هم دیگه رو قبول ندارن، این یکی اون رو قبول نداره، اون یکی رو قبول نداره. شما ببینید تو ونزوئلا یه نفر رئیس مجلس پا شده گفت آقا من رئیس جمهور موفق میام رئیس جمهوری رو قبول میکنم، موقت میشم، ولی بعدم بیاین یه رفراندوم بذارین که ببینیم مردم کی رو انتخاب میکنن. ولی ما اینجا هنوز 40 سال نتونستیم یک دونه رهبریت پیدا بکنیم، نتونستیم یک نفر بیاد بگه آقا من این ملت ایران رهبری میکنم. تا موقعی که پیروز بشه ملت ایران بیاد توی ایران، بعد رفراندوم بشه برای ریاست جمهوری، حالا هر حکومتی که میخوان. حتی تو این فرهنگ به خارج از کشورم سرایت کرده. تمام این کینه دوزی ها از کجا اومد؟ از همین اسلام اومد. فعلا ملت ایران اینقدر کینه دوز نبود، خیانتگر بود. بعد ملت ایران بعد بیشتر موقع خیانت میکنم بله، ولی این فرهنگی که الان از 1400 سال اومده توی ایران با اون فرهنگی که ما داشتیم، زمین تا آسمون فرق میکنه. شما نگاه بکنید در سردر سازمان ملل سخنان کوروش میمیزن، ولی ما داریم 1400 سال فرهنگ ما رو از اسلام گرفتیم، از عربا گرفتیم، اومدیم اونجا داریم فرهنگ اسلام رو داریم ترجیح میدیم. میگیم که بذار بچه های ما اسلامی باشن. اسلامی چی؟ همون تقیه کردن، دروغگو باشن. چی رو یاد داریم میدیم به مردم؟ شما که در رأس حکومت هستین، یک بار شده سلامت حکومت بکنین، سلامت زندگی بکنین، یا همه تون دزدین؟ از اون رئیس مجلس بگیر، از اون وزیر دادگستری بگیر، از اون کارمند نمیدونم بالا رتبه بانک بگیر، رئیس بانک بگیر، همه روزه دارین میلیون ها دلار ملت ایران میدوزین. نفت الان جلوش گرفتن، همون نفت میفروختین، 80% اقتصاد ایران از نفته. شما این نفت میفروختین میدوزیدین، هم میدوزیدین هم میدادین به فلسطینیا، به لبنانیا، به یمنیا، به سوریه، به عراق، من نمیدونم چی شبیه عراق میدادین، اونایی که برای شما کار بکنن، یا به طالبان. شما نگاه بکنین زمان شاه ما با چه کشورهایی روابط داشتیم، هم سخن بودیم. تو کشورهای اروپایی بود، آمریکا بود. حالا سخنان ما، الان رفتار ما، الان رفیقای ما کیان؟ طالبان، اسد، یمن، نمیدونم شعبی عراق، حزب الله لبنان، نمیدونم فلسطین، اینا همه الان رفیقای ما هستن. کشوری که به این عظمت، کشوری که به این همه سرمایه ثروت داره، کشوری که این همه باسواد داره، کشوری که این همه جوون داره، جوونای ما همه میخوان فرار بکنن از ایران برن.
ونزوئلا 40% بچه ها میخواستن بیرون برن، ولی الان همه اومدن بیرون، استاب کردن، اومدن بیرون تظاهرات کردن، دارن پیروز میشن. همین روز هست که مادورو رو بیندازن بیرون. آمریکا قبول کرد، 50 کشور دیگر اونو گفت آقا باشه تو رئیس جمهور موقت باش، ما پشتیتیم. ملت ایران هم همینجوریه. 2 دیگه ما میتونیم، 2 دیگه تا ترامپ هست میتونیم استفاده بکنیم ازش، از این موقعیت استفاده بکنیم، نه اینکه ترامپ میاد با ما میگه آقا از آسمان یه نفر میاره میگه بفرما یه رئیس جمهور براتون آوردم. اصلا کاری به ترامپ نداریم، از این موقعیتی که فعلا در امریکا هست باید استفاده بکنیم، نه اون موقعیتی که 88 داشتیم آقای اوباما همه رو داغون کرد، گفت من ملت ایران باید برای خودشون پیروز بشن یا خودشون انتخاب بکنن. یعنی پس صد ملت ایرانه، ولی الان ترامپ میگه که آقا، دولت ترامپ میگه من پشتوان شما ملتم، موقعی که شما ملت تکون بخوریم بیاین بیرون حکومتتون انتخاب بکنین، یک قدم تا پیروزی بیاین میلیونا بیرون تا بتونین از این موقعیتی که هست استفاده بکنیم. فقط 2 دیگه داریم موقعیت داریم. اگه دموکرات ها بیان ها بدونین که این جمهوری اسلامی رو به این زودی عوض نمی کنن. هنوز هم که دیدی که پیر استعمار انگلیس توی ورشو نرفت، خیلی ها اروپایی ها نرفتن، خانم مدیرینی نرفت، سخنگوی اتحادیه اروپا نرفتن تو ورشو. اینا هنوز هم با جمهوری اسلامی هستن. دولت ترامپ هم گفته اگه میخوایم با اونا باشین باید دیگه دور اقتصاد آمریکا رو خط بگیرین. اگه قرار من یه جایی 100 میلیارد دلار از نظر اقتصادی سود ببرم، بهتره یکی بیام اینجا با 2 میلیارد یا 5 میلیارد یک کشوری داشته باشم با 2 میلیارد و 5 میلیارد. چرا این پیر استعمار انگلیس این کار میکنه؟ به خاطر اینکه اسلام از اونجا اومده، هرچی دین از انگلیس میاد، علمیه قوم بود الان علمیه انگلیسه، رهبرش هم پیر ملکه انگلیسه. بریم یه سرود گوش بدیم برگردیم به شما. برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کی
کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش. عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین خوب و سرحال و غبراق باشین. امیدوارم که حقیقتا زندگی به کامتون باشه و در این روزهای سرد زمستان که خیلی جا برفه، امیدوارم که تو این برف هم بهتون خوش بگذره و دلهاتون گرم باشه، خانواده‌هاتون گرم باشه، دور هم نشسته باشین، دارین حالا آبجوتون رو میخورین، تخمتون رو دارین میشکنین، چاییتون رو دارین میخورین، شرابتون رو دارین میخورین، نوش جونتون. به هر حال داشتم میگفتم که ببینین فرهنگ ایران به حدی ضربه خورد که ملت ما نمیتونن از این فرهنگ بیان بیرون. شما نگاه بکنین از همین جا مردم از امریکا پا میشه میره کربلا، کلی خرج میکنه تا بره بت پرستی بکنه. حتی خود عربا قبول ندارن الان. خود عربا، همین شیعیانی که ایران باشه قبول ندارن، اینا رو کافر میدونن. نه علی رو قبول دارن، نه زینب رو قبول دارن، نه فاطمه رو قبول دارن، هیچ کس قبول ندارن. حتی برای پیغمبر خودشون که محمد باشه قبری ندارن، اصلا زیارتگاه ندارن برای اونا.
ولی ما ایرانی ها میبینیم که توی عربستان مرده اون دختره کری میاد میخونه 200,000 نفر عربا میرن توی کنسرتش، ما که توی ایران اصلا این دین مال ما نبوده، ما زرتشتی بودیم از قدیم که الان اینو به حدی گرفتیم که کاسه داغتر از آس شدیم. به هر خودمون دوست داریم که تو این فرهنگ 8-7 بریم. ببین همدیگه رو به هیچ وجه قبول نداریم، به هیچ وجه نمیتونیم همدیگه رو محبت بکنیم، نمیتونیم همدیگه رو محبت بکنیم، همدیگه رو کمک بکنیم. هر کس بخواد انفرادی بره بالا، تیمی کاری نمیتونیم بکنیم. مثل تیم فوتبال ما چجوری میفته، تیمی کار نمیکنه، ولی کشتی ما قویه، کشتی ما تک به تک دیگه. انفرادی هر که برنده میشه طلا میگیره برای خودش. چی این فرنگ جا افتاد که فقط من، زندگی من، خانواده من، خود من، فقط من، کار من، ماشین من، خونه من، پول من، همیشه من من من. باید این انگشت، ببین ما بعض موقع یک انگشت به طرف شما میگم ولی 3 انگشت به طرف خودمه. این فرهنگ بایستی عوض بشه در ما، ما باید از درون عوض بشیم. وقتی از درون عوض شدی شادی میکنی. عیسی مسیح اومد گفت که بالاترین فرد، بالاترین کاری که برای رفیقش میتونه بکنه که جان خودش بذاره برای رفیقش، جان خودش برای همسایه خودش، برای ملت خودش بذاره، که خود عیسی مسیح هم این کار کرد. حرفی که زد، عملی که کرد، به روی صلیب، تا صلیب مرگ به خودش گرفت برای اینکه من و تو آزاد بشیم از هر چی، از این مذایب دنیا، از این شریعتگرایی، از این مردپرستی، از این بتپرستی بیایم بیرون. امروز میخوام من از ارمیا 8 از آیه 4 براتون بخونم، از فصل 8 آیه 4 میگه گناه و مکافات. میگه خداوند فرموده تا به قوم چنین بگوییم. این مال عهد عتیقه که برای اسرائیل اون موقع میگفت، ولی این حالا به تب ما ایرانی ها میخوره، به روز زندگی ما ایرانی ها میخوره. تمامی حرفای خداوند امروز روز برای ایرانی ها میخوره که ما نه همبستگی داریم، در گناه، در زنا زندگی داریم میکنیم، بخصوص در زنای اسلامی که به عنوان صیغه است. یه کلمه از اون آیه رو میخونن، میره زنا میکنه، بعدا میبینه در زندگیش چه مکافاتی میکشه، در زندگیش چقدر بدبختی میکشه. زن مریض میشه، کار از دست میده، پول از دست میده، بچه معتاد میشه. فکر میکنیم ما که اون دو کلمه رو خوندیم، چون اسلام دین دروغه. وقتی خمینی میاد در پاریس یه چیزی میگه، میاد تو ایران یه چیزی میگه، آخوند در سر منبر یه چیزی میگه، میاد برای خونه خودش یه چیزی دیگه میگه. اصلا دین تقیه و دروغه. حتی محمد در آیه 71 سوره مریم میگه که همه ای ما میریم به جهنم. اگه قرار همه ای ما بریم به جهنم، خود تو اومدی چیکار بکنی؟ چی صحبت بکنی؟ برای کی صحبت بکنی؟ یا خدا اونجا بیکار نشسته برای محمد از کمر به پایین آیه ای صادر بکنه؟ حتی محمد بره مثلا پسر زن پسر خونده خودش هم بگیره. تا کجا؟ چرا نمیخوایم بخونیم؟ ببین من که حرف میزنم یا 4 نفر میان حرف میزنن، بدتون نیاد، بریم بخونین این چیزها رو که ببینین در اسلام هم چی چیزهایی نوشته یا نه، یا همه دارن میگن دروغ دارن میگن. حقیقتا بریم بخونین سوره های قرآن رو، بخونین، برین کتاب های اسلامی رو بخونین،
ببینید چقدر ما رو گمراه کردن، ببینید چقدر ضربه به فرهنگ ایرانی ها زدن، ببین چه بلا و سزایی بر ایرانی ها آوردن که ما رو به این روز نشوندن، ما رو مرده پرست و بت پرست و بیخیال و نمیدونم گناهکار رو همه چی کردن. یک کسی که میافتد آیا دوباره بلند نمی شود؟ حالا ما افتادیم، یعنی نباید دوباره بلند شیم؟ به خودمون نباید بیاییم؟ کسی که راه را اشتباه می رود آیا به رای راست باز نمی گردد؟ اگر من الان امروز در زنا هستم، در گناه هستم، در دزدی هستم، آیا بایستی تا موقعی که میمیرم باید باشم یا باید برگردم از این چیزا؟ این یک دروغ بزرگه که اسلام بهتون میگه صیغه بکنین، شما دوتا زن دارین میرین زن دیگه میگیرین، این زناکاریه. پس چرا قوم من دوچار گمراهی همیشگی شدند؟ الان نمیبینیم ما گمراه برای گمراه شدیم؟ حقیقتا نمیبینیم ما گمراه شدیم؟ از راهی که داشتیم میرفتیم خیلی عالی بود، الان 1400 سال به گمراهی داریم میریم که حکومت های اومدن که ما رو بیارن دوباره به رای راست، یه ذره فرهنگ ما رو عوض بکنن، یه ذره روشن بکنن ما رو، ولی باز ما خودمون با دست خودمون میندازیم خودمون پایین. چرا به بتهای دروغین چسبیده این و نمیخواین نزد من بازگردین؟ چرا خدای حقیقی رو نمیخواین بپرستیم؟ چرا میریم از اینجا میریم تا کربلا بریم یه مرده رو پرستش بکنیم، از اینجا بریم تا سوریه مرده پرستی بکنیم؟ این امامزاده همه مرده های بیش نیستن. هموطنم بدت نیاد، اینا همه مردن، اینا همه دکون بازاره که پول ما رو، عقل ما رو بخورن، عقل ما رو از ما بگیرن. به گفتگوی آنها گوش دادم ولی یک حرف راست نشنیدم. هیچ کس از گناهش پشیمان نیست. میبینین این دولتمندا این همه دارن دزدی میکنن، هیچ هم احساس پشیمونی نمیکنن. روز به روز بر دزدیهاشون افسوده میشه، روز به روز بر دروغهاشون افسوده میشه، روز به روز بر فسادشون بیشتر میشه، ترور، جنگ در خارج از که ایران جنگ افروزی کردن با کشورهایی میشه، با طالبان نمیدونم مالا همکیشیم میشینیم روی سفره، با سوریه حزب الله سوریه نمیدونم ارتش اسد میشینیم روی سفره، با فلسطین حزب الله فلسطین میشینیم روی سفره، با حزب الله لبنان میشینیم روی سفره. این همه کشورهای اروپایی هست، همه دارن ما رو محکوم میکنن. امروز تو جلسه ورشو همه محکومیت ایران بود که ایران یکی از حمایت کننده تروریستای دنیاست. صبح تا شب کارش اینه که به طالبان کمک بکنه، به القاعده کمک بکنه، به تروریستای دیگه کمک بکنه، دولت ایران که بره بزنه. ملت ایران داره بدبختیش میکشه، اونا دارن میدوزن، کاری هم میکنن، جرمی هم میذارن که بگن که ایرانی ها اینجوری هستن. دستوری که ایرانی ها که نیستن که، این دولت غاصب اسلامیه که اومده بر ما حکومت داره میکنه، تمام این بلا رو داره سر ما میاره. میگه چی کار زشتی مرتکب شدم، بلکه مثل اسبی که با سرعت به میدان جنگ میرود همه با شتاب به سوی راه‌های گناه‌آلودشان می‌روند. مثل اسبی که با سرعت میره به طرف جنگ، خب جنگم که پیروزی نیست که، مرگم توش هست دیگه. میگه همه با این سرعت به سوی گناه میرن. گناه کارش تباهیه. شیطان کارش چیه؟ بیاد بزنه، بکشه، ببره، دزدی بکنه. کار شیطان همینه. دنیا دنیای شیطانیه، دنیا دنیای آخره،
همه شاید این حرفا رو میشنون میخندن دنیای آخره، زمان آخره، اینا چی هن؟ برین یوتیوب بزنین زمانهای آخر، ببین چی اتفاقاتی در تمام دنیا داره میفته، در گوش و گوشه دنیا داره میفته. عیسی مسیح گفت موقعی که این انجیل، کلام انجیل به گوش همه برسه، دنیا به پایان خواهد آمد. من این ایمان دارم. الان با این عصر تکنولوژی کلام به گوش بیشتر مردم دنیا رسیده. یا من نوعی که دارم راه میرم یک کلمه به یه نفر گفتم حداقل. بالاخره شنیدن از کلام خدا. حالا نمیخوام بیام به طرف خدا. عیسی مسیح میگه در زمانهای آخر ایده بسیاری منعرف میشن، حتی خود مسیحیان که به من ایمان آوردن اینا منعرف میشن، گول میخورن وقتی زمانهای آخر بشه. شما نمیبینی الان کسایی که بیشترشون مسیحی شدن، بعضیشون مثلا میگم خب ما مسیحی شدیم دیگه، قرار نیست هر روز بریم مثلا همه شهر هفته بریم کلیسا، یا بریم دعیق بدیم، یا نمیدونم برای کلام خدا هی بریم صحبت بکنیم، هی مثلا بریم بشارت بدیم. نمیبینی از این حرفا میزنن؟ خب اینا ایمان آوردن ولی در ایمان نمیمونن. بایدی در ایمان بمونی. اینی که ساختمون نصف کار درست بکنی بیزاری، خب این ساختمون دیگه نمیشه ازش استفاده کرد که. اگه نصف کاری بذاری استفاده ای ازش نمیتونی بکنی، باید تمومش کنی تا بتونی توش زندگی بکنی. شما وقتی به ایمان میارین به عیسی مسیح، بایستی با عیسی مسیح را برین تا زندگیتون عوض بشه، تا خودتون احساس بکنین که زندگی شما عوض شده، مردم احساس بکنن که زندگیتون عوض شده. شاپور دیگه شاپور نوعی قدیمی نیست، شاپور فرق میکنه. 30% حداقل زندگیش عوض شده، اخلاقش، رفتارش، کردارش. میگه لگلگا میدانن چه وقت کوچ کنن، همینطور فاخته، پرستو، مرغ ماهیخوار هر سال در زمانی که خدا معین کرده، تعیین کرده، آنها همه آنها باز میگردن ولی قوم من نه. شما میبینید مثلا این پرنده ها در فصل های مختلف میدونن چی فصلی زمستون وقتی میاد باید کجا برن. خداوند اینا رو برای شما مثال میزنه که اینا حتی میدونن ولی قوم من، انسانایی که من آفریدم، نمیفهمن، نمیدونن که باید این خدای زنده رو پرستش بکنن با پدر آسمانی خودشون، با کسی که اینا رو ساخت، با کسی که اینا رو به وجود آورد، با کسی که میتونه اینا رو هدایت بکنه زندگیشون. وقتی تو به عیسی مسیح ایمان میاری، ببین تمام اون روز من از رادیو داشتم میشنیدم که یه نفر میگفت که بیایم به شما کلاسی گذاشتون که شما از درون عوض بشین. شما وقتی کلام عیسی مسیح رو میخونین از درون عوض میشین. اون آقایی هم که این تعلیم داشت میداد همه چی رو از مسیحیت میگفت ولی خود اسم عیسی مسیح رو نمی آورد. پس معلومه که این کتاب، کتاب فلسفی و روانشناسیه. وقتی تو این کتاب میخونی خودت از درون عوض میشی، انسانی میشی که بایستی باشی. الان مردم میان کلاس های دیگر باز میکنن از همین میگن ولی اسم مسیح رو خط میزنن، نمیگن که اینا همه تعلیمات عیسی مسیحه، چون نمیخوان توی هیته ای برن که مثلا بگن آه ما دینی هستیم. چون اسلامی ها باید بیان، بهایی ها باید بیان، یهودی ها باید بیان، بی خدا ها باید بیان، همه باید بیان، از اونها پول ببره دیگه. همه آنها باز میگن ولی قوم من زمان بازگشت خود را نمیداند. واقعا ما کی باید متوجه بشیم که ما فقط به خدای زنده متعلقیم، فقط به خدای زنده بایدی با پدر آسمانی ما هم صحبت باشیم. عیسی مسیح اومد روی زمین، تعلیم داد، معجزه کرد، شفا داد، تا صلیب مرگ رفت،
به خاطر که من و تو محبت انسانیت بفهمیم، برای اینکه من و تو بفهمیم که چجوری باید زندگی بکنیم. هر آدمی امروزه احتیاج داره که عیسی مسیح رو به قلبش دعوت بکنه، چون تنها نجات دهنده روی زمین کسایی که میخوان از شریر و شیطان دور باشن و از زندگی که همیشه اعصابت خورده، همیشه ناراحتی، عصبی هستی، بیای بیرون. بایستی با این عیسی را بری تا عیسی بهت تعلیم بده، تا بتونی واقعا بشناسی که عیسی تعلیمش چیه. دین هایی مثل اسلام علی دین های دیگر غیر از اسلامن یا غیر از مسیحیتن، ولی حداقل نمیان شما رو بکشن. دیروز یک دختر بچه رو در سایت مجازی دیدم که هندی بود، اسلامی های هندی بود، رفته بود تو کلیسا دعا بکنه برای همین آدم هایی که میخواستن اینا رو بکشن. دختره رو اومدن اینقدر زدن، زنده زنده آتش زدن. آیا این فرهنگ اسلام رو باید قبول بکنیم؟ این فرهنگ مترقی جهانه که بیایم یک جوونه که دعا داره میکنه بگیریم بزنیم بگیم تو مسیحی؟ چرا مسیحی هستی؟ من مسلمونم. مسلمونی یعنی این، اسلام یعنی این که من مردم رو بکشم. نگین باور بکنین، نگین من الان یه حرف میزنم، نگین که این اسلام جمهوری اسلامی نه. اسلام از ریشه همینجوری خرابه. در ایران باشه، در پاکستان باشه، در هند باشه، در هر جای دنیا باشه، چون حکم اسلام اینه که شما بکشین کسی که به اسلام رو میاد. میگم آقا بیا به اسلام قبول بکن، اگه قبول نکن باعثی اونو بکشم. این حکم اسلامه. چرا قبول نداریم ما؟ چرا نمیخوایم بخونیم؟ این اصلا دیروز وقتی این دیدم دختره به جوون 18 ساله رو آتیش زدن، اصلا دلش میگیره. ما میخوایم این فرنگ بگیریم؟ ما که فرنگی بالاتر از اسلام داشتیم. چگونی میگویید که دانا هستید و قوانین مرا میدانید در حالی که معلمان شما آنها را تغییر دادن تا معنی دیگری بدن؟ هر کس میخواد پولی در بیاره، میخواد اونجوری که خودش دلش میخواد میخواد بگردونه. خدا میگه که کتابی که من دادم، کلامی که دادم، این کلامو بخون. نه کسی، بعضی معلم ها میخوان عوضش بکنن به نفع خودشون یا به زندگی خودشون بهتر بگذره، با اونا را بره. میگه با اونا را نرین که گمراه میشین. میگه این معلم ها به ظاهر دانای شما برای همین گناه تبعید شدن، شرمنده و رسوا خواهند شد. همین آخوندهایی که میگن تعلیم دارن میدن، از همین اسلام که به شما تعلیم دارن میدن، بعدن آقای خمینی میگه تقیه کردم، هر چیز جایی که گیر میکنم میگه ما با دروغ مصلحت آمیز گفتیم اونجا. همین معلمان که الان اومدن تو دانشگاه ها دست انداختن، توی مدرسه ها هستن، معلم های هستن که از اسلام صحبت میکنن، فقط فرهنگ دروغ دارن به ملت ایران یاد میدن. از بچگی فرهنگ دروغ دارن به این بچه ها یاد میدن، شستجوی مغزی میکنن اینا رو. تا ما از این دین نشناسیم، تا واقعا این نشناسیم، نیایم ازش بیرون، زندگی ما از این بهتر نمیشه. ما باید اینو بشناسیم، این دینو. به هر حال این هموطنم، این درد دل نیست، این زندگیه. این حرفایی است که یک زندگی رو داره نابود میکنه، انسان رو داره نابود میکنه. صبح تا شب ما توی ایران نشستیم، نابود داریم میشیم. نمیخوایم
اینقدر هیریون و تریاک ریختن تو ایران که تو خیابونای بعضی خیابونا میبینی کلی معتاد نشسته داره هیریون میکشه. چرا جلوی اونا رو نمیگیرن؟ ولی شما یک کلمه سیاسی صحبت بکنین، یک کلمه از عیسی مسیح صحبت بکنین، از خدا صحبت بکنین، شما رو میگیرن میکشن. اون کسی که هیریون داره میکشه، هزار تا جوون رو برده نابود کرده، اون کاری بهش ندارن. ولی بفهمن که تو مسیحی هستی و خدای واقعی و حقیقی رو میشناسی، شناختی و اونو میپرستی، تو رو میگیرن میکشن. بس معلومه که اون شیطانه که میخواد حقیقت از بین ببره. شیطان کارش همینه که بیاد بزنه بکشه ببره. اصلا منتظر موقعیته که تو از یک قدم پات اینجوری بذاری بگیره تو رو. حتی کل آدمایی که مسیحی شدن شیطان اینا رو گول میزنه میبره. میگه دیدی الان مسیحی شدی خدا هیچ کاری برات نمیکنه؟ میگه که خدا هر روز باید حلوا پخش بکنه برای من. همین که زندگی من تغییر کرده خودش کلیه. امروز هم بتن من بیا به عیسی مسیح ایمان بیار تا حقیقتا زندگی عوض بشه. امروز برو اگه کتابم نداری برو توی آنلاین توی این سایدای مسیحی کتاب فارسی انجیل و عهد جدید رو بخون تا حقیقتا بدونی که با چه خدایی روبرو هستی. زندگیت بذار تحول ایجاد بشه. امروز دعا میکنم در نام مقدس عیسی مسیح برای هر ایرانی که از این گرفتاری، از این بدبختی، از این دروغ 1400 ساله بیرون بیاد و به نام عیسی مسیح مبارک بشه ملت ما. لعنت ها از ایران بره بیرون به قدرت نام عیسی مسیح. دست شریر و شیطان از ایران کوتاه بشه در نام قدوس عیسی مسیح. امروز برای همه شما دعا میکنم که سالی پیروزی با برکت به زندگیتون در نام عیسی مسیح مبارک باشه. شما رو به دستای خدا میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، مرسی که به ما گوش دادید.